بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و عرضی سلام دارم خدمت بینندگان برنامه هفتگی امت. خرسند و خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. علل و عوامل عقب ماندگی مسلمانان در چیست؟ چرا جهان اسلام و در کل مسلمانان امروز عقب افتادن و از کاروان پیشرفت و ترقی و تقدم فاصله دارند؟ در حالی که دین مقدس اسلام و با ظهور اسلام و شکلگیری فرهنگ و تمدن اسلامی در برهه از تاریخ مسلمانان پیشقراولان عمده، مهم و نخست عرصه های مختلف زندگی برای بشریت بودند. اما چی شد که یک باره تاریخ ورق خورد و مسلمانان از حالت صعودی به حالت نزولی روی آوردند؟ پرسش هایی است که در این بحث و برنامه مطرح میکنیم. در خدمت جناب احمد فرین ولیار هستیم، کارشناس مسائل تاریخ اسلامی. خوش آمدین ولیار صاحب. سلامت و خیر باشین. بسیار جا تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به بحث حاضر شدین. خب بحث از اینکه چرا مسلمانان عقب افتادن یک بحث بسیار کلان و مهم و در عین حال بحثی است که باید مطرح شود که ما امو علل عوامل عقب ماندگی خود امروز کشف کنیم، بفهمیم که به چی دلیلی، به چی عواملی امروز مسلمانان از در عرصه های مختلف زندگی عقب افتادن. تا این مشکلات شناسایی نشود ما نمیتونیم که به امو هدف پیشرفت و ترقی که لازم است باید داشته باشیم برسیم. در نخست مطرح کردن اینمی بحث و اهمیت بحث و تحلیل عقب ماندگی مسلمانان را میخواهیم اهمیتش از شما بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و ثنا و ستایش ذات خداوند متعال و شکر از تمام نعمت های الهی، نعمت هایی که به ما و شما ارزانی کرده، چه ظاهری چه باطنی، و از همه اولتر و برتر همین نعمت اسلام که به ما و شما هدایت را در این مسیر میسر ساخت و توفیق نصیب کرد. یکی از مسائل بسیار حاد و عمده که باید سر از او صحبت شود، متاسفانه یکی از موضوعاتی است که کمتر به او عالم اسلام متوجه هستند، همین مسئله است که چرا عالم اسلام با وجود تمام داشته هایش، با وجود تمام توانایی ها، با وجود ظرفیت هایی که داره و حتی تاریخ و تمدنی که فعلا برتری از او انسان مشاهده کرده میتونه در اصلش، در حق رایش، در انصافش، در عدلش و در جامعیتش و موافقت با فطرت، یکی از مسائل است که کمتر عالم اسلام به این مسئله توجه کرده، یا بگویم خاصتا در شرایط امروزی کمتر به این موضوع توجه صورت گرفته. و موضوع عقب ماندگی یا علل عقب ماندگی مسلمین و جامعه اسلامی امروز یک مسئله نیست که به عوام مسلمین این مسئله توجه شده باشه. به این موضوع تنها او تعداد از جوانای با درد، با احساس، با ایمان و کسانی که درک عمیقی دارن و در ایرا آماده هستن، فعالیت میکنن، کار میکنن، تلاش میکنن، مبارزه میکنن، بالاخره در ذهن و فکرشان این مسئله خطور میکنه که چی عامل است، چی دلیل است که جامعه اسلامی به این حالت گراییده. و حتی بعضی وقتها به شکل همین موضوع به یک تشویش و دغدغه باطنی به انسان تبدیل میشه که پیش انسان این مسئله فکر و اندیشه حتی زیر سوال میره که چی گونه مثلا یک دین حق بوده بتانه، یک دین از جانب خدا باشه، یک دین منشأ و منبع آسمانی و حقیقت داشته باشه، وحیانی باشه، در روی هیچ نوع خرابی و مشکل و کمبودی و نقصان وجود نداشته باشه. باز هم وقت در عمل ببینیم جامعه اسلامی از بسیاری از عوامل و بسیاری از علتهایی در بینشان باشه که باعث چنین عقب ماندگی شود. و خیلی وقت میگیره تا انسان به پختگی درست این بحث ایمان و عقیده برسد، تا بالاخره همین سوال هم در دلش یک جا بامی، در جریان رشدش همین مسئله هم در ذهنش بگرده، بالاخره یا در دلش خطور بکنه که چی عوامل به این مسئله است.
و از اینکه شما این برنامه را در به زیر کار گرفتین، زیر دست گرفتین، از شما اظهار سپاسگزاری میکنیم. یک مسئله مهم و اساسی است، خاصتا باز در شرایطی بسیار زیبا. با توجه به صراحت آیاتی از قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم و از او هم پایین تر مثلا جریان تاریخ اسلام، تاریخ زنده هست، تاریخ گویاست برای همه ما. همه از اینا آموزه های قرآن، سنت و تاریخ اسلام به ما میرسانه که دین اسلام دینی هست که با طبیعت و فطرت و سرشت انسان سازگار است و هیچ مشکلی با طبیعت، نه تنها طبیعت انسان نداره که بلکه حامی طبیعت و فطرت انسان است. و از طرف دیگه هم دیده میشه که دین اسلام دینی هست که با حق و عدالت گره خورده و حامی حق و عدالت است. اسلام خودش دین حق است و حق هم یکی از نامهای خداوند است. با وجودی از این نقطه امتیاز و نقطه بسیار انطلاق برای پیشرفت و تکامل است، اما متاسفانه در عمل که میبینیم در عرصه های مختلف زندگی باز مسلمانان دچار مشکل، عقب ماندگی و برهانه های عدیده ای را داریم. به نظرتان علل عواملی از در چیز پس؟ این موضوع با وسعت تمامش و با بزرگی امی بحث که سر از انسان صحبت بکنه، یکی از مسائلی است که ضرورت به این پیدا میشه که درست و عمیق و دقیق به نظر شود. به این لحاظ یک بحث کلی و یک بحث خوب جامع به این ضرورت است که انسان صحبت بکنه در این مسئله. چرا یک دلیل یا دو دلیل آدم کفایت به این نمی کنه؟ بله لذا مسائل باید سر ازی صحبت شود، بحث سر ازی شود که از هر لحاظ جامع باشه و به قسم اون آدم گفته میتونه که در این شرایط سیاسی هم دخیل است، شرایط تعلیمی و تربیتی هم دخیل است، در این مباحث اقتصادی هم دخیل است، همین قسم مسائل حتی فلسفی در این بحث دخیل است. لذا ضرورت به این است که هر کدام از این انسان دانه دانه و به شکل درست و به شکل دقیقش با ژرفنای عمیق سر از این صحبت شود و هر کدام از این عوامل درست مشرح شود، تشریح شود و تبیین شود. چرا آدم دیده میتونه یکی این بحث است که یک موضوع را وقتی که سری صحبت میکنیم اگر امو درست دقیق و عمیق تشریح صورت نگیره، او یک سلسله شبهات، یک سلسله فکرهای سرسری، نظرات که با عمق تمام نمی باشه، او مسائل مطرح میشه و بعضی وقتا امی غبار و امی یک پرده ایجاد میکنه به اصل حقیقت موضوع، او اصل موضوع را از پیش ما دور می سازه. لذا ضرورت به این است که هر کدام از این جدا جدا سرش انسان صحبت بکنه و کل از این مسائل وقتگیر است و دقیق توجه برش لازم است. بسیار خوب. خوب استاد گفتین که باید ابعاد مختلفی مسئله باید در نظر گرفته شود. مثلا از لحاظ تعلیم و تربیت یا الیاز گرایش ما به فراگیری علوم، خب قرآن کریم بسیار واضح انسان به فراگیری علم تشویق میکنه و علما را فضیلت داده اسلام نسبت به دیگر انسانها، دلیلش هم علم است. به نظرتون چرا در عرصه علم آموزی ما عقب ماندیم؟ در این کاروان چرا ما باید عقب مانده باشیم در حالی که اسلام، قرآن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که میبینیم مملو از فرامین و دستورهای در زمینه آموزش فراگیری علم است، پس چرا ما علم نیاموختیم؟ موضوعی را که یاد کردیم که مسائل تعلیمی و تربیتی است، خوب است که این موضوع را شما سرش بحث کردیم و به این لحاظ از مطالب مختلف، از موضوعات مختلف، از زاویه های مختلفی مسئله را اگر تحلیل بکنیم، در اینجا اشاره کردیم که بعضی از بحث‌های سیاسی هم دخیل است. منظور ما از سیاسی هم چی مفهوم میته؟ و همین قسم مثلا گفتیم عوامل تعلیم و تربیتی مفهوم ما از چی است؟ آیا به خود آموزه های دینی ما اشاره داریم؟ یعنی به طرز تطبیقش اشاره داریم؟ و همین قسم آموزه های دینی در حقیقت کدام مسائل در بر میگیره؟ یکی بحثی است که مثلا امروز مروج شده، یکی بحثی است که فرض مثال ما به او مشغول هستیم. اگر او حقیقت اصلی دین باشه و او مسائل اصلی و مبادی اصلی علوم اسلامی باشه و اساسات امی تربیت تعلیم اسلامی باشه، باید چنین نمی بود.
و همین قسم مثلا اشاره کردیم به موضوع فلسفیش، هر کدام از این اگر علایده علایده تشریحات بتیم، مثلا از دید سیاسی منظور ما از ای که مشکلات عدیده یا عوامل عدیده سیاسی بعد دید سیاسی میرسیم استاد، در دید تعلیمی و تربیتی بر ما بگیم، بعد دید سیاسی را باز انشالله میرسیم انشالله. خب از لحاظ تعلیم و تربیتی مفهوم به این مسئله بود که از لحاظ تعلیمی مثلا توجه بکنین به اصل اساس موضوعی که از لحاظ دین یا از لحاظ آیین اسلام در ابتدا یا در اصلش یا در محتوایی که در خود قرآن و احادیث و مصرحات نصوص قرآنی و دینی آمده، چی مسئله را از مباحث علمی و تربیتی اشاره کرده؟ ما ایتی یک جامع مطلب را در دین دیده میتانیم وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سلم در حدود بیشتر از 13 سال مربوط مشغول تعلیم و تربیت اصحاب کرام شد، چی مسائل دوجه، چی موضوعات دوجه بر از اونا رسانده میشد؟ و آیا امروز در بین جوامع اسلامی هم یک چیز هست یا نیست؟ مثلا آدم دیده میتونه 3 سال مخفی و 10 سال 3 سال دعوت مخفی و 10 سال دعوت علنی که در یعنی زندگی مکی پیامبر خدا دور مکی رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله آدم دیده میتونه مکان به نام دار ارقم دوجه چی مسائل سر صحبت میشد؟ او موضوعات یک تحلیل شوه و بعد از او باز نگری یک دیده شوه که آیا عموم مطالب فعلا در بین عالم اسلام پخش است و عموم موضوعات رسانده میشه و به چگونگی از به چگونگی از او چی شوه توجه شوه. مثلا در اونجا مباحثی که سر صحبت میشد، مطالبی که صحبت میشد، یک شخص یک فرد را کاملا عیار بیدار و با عموم اتصال و ربط قلبی و با یک دید وسیع بینش اسلامی میرسان که هر کسی که در اوجه داخل میشد از اوجه چیزی میگرفت که حضور الهی ترس و تقوای واقعی را در دلش نهادی نمی ساخت. همین قسم مثلا موضوع تربیت واقعی انسان است که از لحاظ هر چیزی که از خبائث باشه، خبائث اخلاقی باشه، فکری باشه و غیره، از او زدوده میشد، دور میشد. با همین قسم یک دوری که ما و شما دیده میتونیم قریب به 13 سال را در بر میگیره. بعد از او باز در سال 2 هجری میبینیم که جهاد فرض میشه، حج فرض میشه. یعنی به این معنا که ایثار مال جان همه قدر وقت و مدت را یک ضرورت خود داره. این منظور ما از تعلیم تربیت تعلیمی یا عوامل تعلیمی ای است که نصاب واحد و مشخصی در عالم اسلام امروز تطبیق نمیشه که واقعا یک شخص را به کل چیزهایی که در اسلام اصلش است و ادخلو فی السلم کافه است و واقعیت ایمان را به انسان تعریف کرده میتونه، شرایط فرض مثال بر انسان آورده میتونه که یک شخص از هر چیزی که دار و ندارش است، مالش است، جانش است، عمرش است، زمانش است، فرصتهایش است، ای تو یک شخصی بگرده که آماده به همه ایثار و فداکاری در راه چی باشد؟ در راه تطبیق ایمی دین، در راه شوی و پخش اسلامیت و کل بشریت، کافه بشریت و حل همین مشکلات نبود عدالت، نبود مثلا رعفت، نبود فرض مثالش حق و حق چیز حقوق در بین بشر، که فعلا مثلا بشریت از امی علت و امی عوامل به جایی رسیده امروز خودش قانون وضع میکنه، خودش نقص میکنه، خودش فرض مثال مسائل را تشریح میکنه، سر دیگه تطبیق میکنه، خودش ناقض اولش میشه دیگه. اینی احساس و اینی قسم یک فکر و اندیشه و در عین حال اینی مسئله که یک مسلمان باید در فکر خود نظریه و دید رهبریت داشته باشه، در فکر خود کنتم خیر امت اخرج للناس مفهومش به واقعیت اصلی کلمه داشته باشه و همین قسم مسئله از این که هر مسلمان در این فکر باشه که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا هست، بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وظیفه ما چیست، رسالت ما چیست؟ درست که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وحی نازل میشد و همون کتاب امروز پیش ما است. همین قسم مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اصحاب کرام یک سلسله وصایا و نصیحت ها داشته، اما قدری که اصحاب کرام در پیششان بود ممکنه و اصحاب یک تعداد احادیث و یک تعداد اقوال رسول خدا صلی الله علیه و سلم مثل که در مشهودات از احادیث مسئله را میبینیم، یک تعداد مسائل را اصحاب نو متوجه میشن. ما از او که بیشتر داریم، کتابخانه کتابخانه ها هست، شارحین حدیث دی بخش کار کردن، علما و فقها کاری بیشتر عمر خود ایثار کردن، دی وقف کردن. خلاصه مطلب و منظورم این است که اون مطالبی که به قسم جامعش عرض شده تنها بحث مسائل فقه و احکام را نداشته، بلکه در لابلای این مسائل یا در اصل این مسائل بگویم، در اصل این مسائل موضوع شناخت حضور الهی بوده، منظور صفات خدای متعال بوده، منظور مثلا قرب الهی بوده و
همین قسم مسئله تربیت و پاکی و صفایت انسان از تمام بدکنشتی ها و رزالت ها بوده و چگونگی رهبری خود شخص که خودش خود رهبری کرده. یعنی منظور است استاد که ما از لحاظ مثلا سطح معلومات اطلاعات زیاد مشکل امروز نداریم، تنها مشکل ما امروز در از لحاظ تربیتی است که ما درست تربیت نکردیم. بله، منظور ما امی است که این تو مراکز فعلا بسیار از نوادرات شادات زمان است و از جامعه اسلامی است که ای تو مرکزی باشه که واقعا همون چیزی را که پیام اسلام است همون چیز درست و دقیق رسانده بتانه، که ما محتوای از داشته باشیم یا فارغ التحصیل از داشته باشیم که در پالی از اینکه مباحث دینی را میفهمه بر خودم حاکم باشه و رویش و تربیت انسان هم درست متوجه باشه، همین قسم به مبحث شناخت خدا و قرب خدا هم وارد باشه و کسی دیگر هم اگر بخواه اجتماع را حتی اگر بخواه رهبریت و مدیریت درست قسم کرده بتانه که ضمانت تربیتی و ایمانیش هم همچنان داشته باشه. مثل که ما به شما روایتی داریم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنه، میگه هر یک از اصحابم یک نمونه است، یک گلگوستن. یا مثلا روایتی وجود داره که اصحاب کنجوم به ایه مقتدیتم احتدیتم. این زمانت را تنها این مبحث نیست که مثلا فرض مثال از این لحاظ سند و روایتی چه بحث شوه، تنها این مبحث نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم تنها نه، بلکه قرآن کریم زمانت اصحاب میکنه که فاین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتدوا، یا امثال از این خیلی مسائل از مهاجرین از انصار و غیره. یعنی ما میگیم ایت یک تربیتگاه واقعی اسلامی به می کیفیت باشه که بلاغر فارغ تحصیل خود از هر مبنا و از هر لحاظ ضمانت بکنه، خیانت نمیکنه، جنایت نمیکنه، ظلم نمیکنه، چیزی که خودش میگه به او عمل میکنه و چیزی که پیام میرسانه کسی دیگه هم اون مسئله را به روشنی و وضاحت. خب این بحثی است که نیاز به تربیت بیشتر داره. سید قطب شهید یک بحثی داره، تربیت یک نسل بی‌نظیر قرآنی. او به این باور است که میگم ما بحثی که شما پیشتر گفتین، میگم ما مثلا اگر حضور مطهر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نداریم، مثلا سنت پیامبر زنده است به شما، قرآن کریم زنده است به شما، ولی آنچه که اینجا مهم است همون بحث تربیت است. ولی ما اگر بتانیم در مرحله ای که یک نسل با قرآن کریم تربیت بکنیم، این میتونه که پاسخ مشکلات امروز ما را در عرصه تعلیم تربیت بگذاره. به نظر استاد خلاصه و کوتاه بگین که خب پس چرا وجود با وجودی که قرآن کریم هم هست، سنت پیامبر هم هست، صلی الله علیه و سلم هم هست، تمام ابعاد و زوایای زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار با دقت و موشکافی شده است و روشن است امروز، اما باز هم در همین عرصه پای ما میلنگه؟ بله، اون قسمی که ما قبلا هم اشاره کردیم در اینجا باید توجه صورت بگیره به این مسئله که ابعاد این موضوع بسیار گسترده است. تنها بحث مثلا تعلیم تربیتی را اگر انسان مد نظر بگیره میبینه که یک سلسله مسائل دیگه است که اینجا باز از قلم میمانه یا از امو فکر میمانه. موضوع دیگه که دید دخیل است عوامل سیاسی را انسان باید صحیح صحبت بکنه. استاد از لحاظ عوامل سیاسی را مثلا گفتین، میخواستم روی زمینم صحبت بکنیم. در گذشته ها برخی از اصلاح طلبان یا مصلحان اسلامی مثلا مثل علامه سید جمال الدین افغانی، امام شیخ محمدی عبدو، شیخ رشید رضا و همچنان علامه اقبال و امثالی از اینا، یک تعدادی به این باور بودن که ما مشکل جهان اسلام علل عقب ماندگیش از لحاظ سیاسی یکی استبداد داخلی است و دیگه هم استعمار خارجی هست. به نظرتون همین دو تا عامل است که باعث عقب ماندگی ما از لحاظ سیاسی شده یا اینکه مشکلات دیگری هم هست وجود داره؟ منظور باید با وسعت تمامش دیده شود. منظور از این است که اینمی عواملی که ما گفتیم از لحاظ تعلیم و تربیتی درست تطبیق نشده و همی فرامین و دساتیر قرآن به شکل درستش نرسیده، در اینجا انسان باید است که یک کنجکاوی بکنه که چرا نرسیده، در دقت صورت بگیره چرا. درست که فرض مثالش در اول رسول خدا صلی الله علیه و سلم در عصر سعادت با اصحاب کرام چه قسمی که تربیت دیدن، چه قسمی که برشان پیام رسید، همی سلسله حفظ شد، در زمان خلفا حفظ شد. ولی بعد از آدم دیده میتونه که قدرت های روی کار آمدن و بالاخره همون قسم که شما گفتین عوامل خارجی و داخلی دیگه دخل داشتن و شرایط آمد که به این مسائل کم توجهی صورت گرفت. یعنی پس از دوره خلفای راشدین دیگه با دوره ملوکیت کی آمد. بله ها، و ای که چرا این عوامل فرض مثالش دخالت کردن دیگه تنها بحث داخل مطرح نیست. اینجا آدم دیده میتونه که یک بحث کلی، یک جامعه اجتماعی بشری را دیگه اسلام چی کرد، برایشان پیام رسانی کرد، برایشان برنامه داد. لذا به این لحاظ هم مسئله استبداد داخلی که اشاره کردین دیگه اصل است که زعامت های روی کار آمدن که به بحث اسلام
و بحث رساندن اسلام، پیام اسلام به درستی و وضاحت تمامش بی توجهی کردن. همین قسم عوامل خارجی هم دخل داره. استعمار و اشغالگری حالتی را بر مسلمان ها یا به نصاب هایشان تغییرات یا دیگرگونی هایی را آوردن که در وجه بحث رسالت اصلی رسول خدا صلی الله علیه و سلم گویی بارد باس از چی؟ از ایمان دقیق، از ارتباط واقعی با خدای متعال، از برتر دانستن اسلام نسبت به تمام افکار غیر، و همین قسم کاملیت و جامعیت اسلام از هر لحاظش که در تمام ابعاد به ما کفایت کننده است، چی بحث اقتصادی باشد، چی بحث اجتماعی باشد، اخلاقی باشد و غیر مسائل باشد، حتی حقوقی و قضایی باشد، در کلیه امور همین کفایت کننده است. این مسئله را هم به توجه صورت گرفت و در این مسائل ما متوجه میشیم که قصد اصلی امی است که یک انسانی که به نسل جدید در اجتماع اسلامی فرض مثال نسل ها نسل به نسل میان، نسل های جدید به این مسئله که این دین دین رهبریت است، این دین دین پیشوایی است، این دین دین امامت است، دین دستگیری است، به این مسئله چی شوه اهمال صورت بگیره، لذا بی دردسر استعمار و اشغال کار خود کرده بتانه. بسیار خوب، دوباره برمیگردم به صحبت های شما. بینندگان عزیز، میان برنامه کوتاه. سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. شما بیننده برنامه امت از طریق شبکه تلویزیونی نور هستن. استاد ولیار، پیشتر به بحث خوب اشاره شد که از لحاظ تربیتی و از لحاظ سیاسی ما دچار مشکل هستیم، از یک طرف هم استبداد داخلی و از لحاظ سیاسیش و استعمار خارجی و مداخلات خارجی در امور زندگی مسلمانان در عرصه‌های مختلف، یک نسلی را یا بیشتری از مردم حتی با سواده و تحصیل یافته های مسلمانان نسبت به آموزه های اسلامی دچار شک و تردید کردند. درست است؟ مثلا امروزه از طریق رسانه های مختلف دیگه، حالی هر کس در جیب خودش یک رسانه داره، تمام معلومات و اطلاعات جمع آوری میکنه از هر کسی از هر طریقی. خب این مسئله هم باشد در جای خودش که این کاری کی است و کیها میتونن این کار را بکنن و با چی علل و انگیزه میکنند، سرش باز انشاءالله در فرصت های بعدی صحبت میکنم. پرسش میست که خب ما یک عادت داریم، ما مسلمان ها که عقب ماندگی از لحاظ روانی هم دچارش هستیم، ما همیشه برای از اینکه بگیم که خب ما این حالت سرمان آمده عقب ماندیم، دلیلش مثلا استعمار است و مداخله استعمار است، اما به قول معروف که بام برف خود در بام دیگرها بندازیم. به نظر تیم یک بهانه است که همیشه مثلا چندین قرن میشه که اینمی کلمه را ما تکرار میکنیم که والا گله و شکایت از استعمار داریم، از امریکا داریم، از مداخلات خارجی داریم، اینا ما را به این حالت روز رساندن. اما به خودمان یک نگاه نکردیم که خب امینا که ما را به این حالت رساندن چرا ما اجازه دادیم، پس نقش ما در میان چی است؟ موضوع را که پیشتر عرض کردم، منظورم به شکل یک براعت به اجتماع اسلامی نبود، مفهوم موضوع به این رقم بود که خود تعالیم اسلامی در خود کدام نقص مشکل نداره، بسی او خود در تطبیق و رساندنش به هر نسل جدید یک ضرورت ایجاب میکنه، اما ضرورت چرا نشده به این لحاظ اشاره کردیم. ولی که در اصل و اساس بیم نظر بکنیم، در اصل ما دیده میتونیم که مشکلات دیگه هم در بین جوامع اسلامی وجود داشته، از جمله کم توجهی به بینش عمیق اسلامی، به دید و وسعت نظر اسلام، یعنی به این معنا که به مسائل به کلیه مسائل از لحاظ ابعاد دینی اگر مثلا توجه بکنیم، مثل که پیشتر اشاره کردیم، وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت میکنه، دین یعنی پیامبر دیگه، دین یعنی قرآن. در این قرآن و در دین ما و شما چی را دیده میتونیم؟ کلی مسائل دیده میتونیم. موضوع حلال مشکلاتی که انسان چیگونه فرض مثال یک انسان سلیم شد، انسان چیگونه فرض مثال یک انسان نیک تربیت بیافت، این مسائل هم اشاره شده. در عین حال این موضوع که اگر یک اجتماع را برای تو بسپاره، چه قسم این اجتماع را تو مدیریت کرده بتونی، این مسائل هم در رابلای این مسائل موضوعات آمده. نگه کل مسائل گفته شده، ما به این دید یا به این اندیشه یا به این بینش درست یا بینش عمیق اسلامی کم توجهی کردیم که در اینجا چی مسائل و چی موضوعاتی هست. اگر در علمی موضوعات ما دقت می کردیم، دقت لازم خود به کار می بردیم، موضوعات یا مشکلاتی را که شما پیشتر اشاره کردین به این چیزا ما نمی رسیدیم.
و همین قسم حتی ما به مبحث یا مسئله استعمار و اشغال مسائل که اشاره میکنیم در اصل ما ایده در لایه دوم یا به علت ثانوی ما چیزا را میگیم. علت اول در اصل ضعف خود مسلمین است. ضعف خود مسلمین به چی معنا؟ یک مسلمان باید با اندیشه وسیع خود بفهمه که حیات ما چی مفهوم داره، زندگی ما به کدام مسیر است، وظیفه و رسالت اصلی ما چیست و به ما کدام مسئولیت و رسالت سپرده شده. ما دیده میتونیم که انبیا را خداوند تعالی میگه و قفینا من بعده بالرسل، پیامبرا را پی در پی فرستادیم، ولی وقتی میبینیم که در یک مقطع میایم یا میرسیم که از این به بعد پیامبر دیگه ظهور نمیکنه. این کتاب کتاب دائمی است، این کتاب رحمت للعالمین است، برکافت للناس است، به همه گیز. اینجا یک مسلمان باید احساس بکنه که اینا رسالت و وظیفه ما چی شد، وظیفه‌ای که به ما مانده شد چی شد و از چی طریق من میتونم این کارا بکنم. مثلا فساد عام است، فرض مثالش دیده یا امو نظر درست به طرف این مسائل صورت نگرفته، موضوع نجات بخشی اسلام و این مسائل، اینا رو من در اینجا چی باید بکنم، رسالت ما چیست، وظیفه ما چی هست و چی باید انجام بدم، و در این حال به این مسئله که چطور این کارا بکنم، مثلا طور نمونه وظیفه ما چیست، رسالت ما چیست، از می به بعد اون قسمی که اصحاب بودن، اما قسمی که پیامبر خدا بود اصلا، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصل موضوع معرفت تشریح میکنه. یعنی منظور از این است که ما خلق نکردیم انس و جن را همه یک بشر، مگر به خاطر شناخت معرفت ذات اقدس خود. وقتی که این قسم است، حیات ما به کدام طرف میره؟ یعنی منظور پیشتر هم که اشاره کردیم، یک مسلمان به این فکر و به این اندیشه باید برسه که بفهمه و بدانه که وظیفه و رسالت ما تنها تعلیم مسائل دینی نیست، بلکه در این حال فکر و اندیش اسلامی را انتقال دادن هم وظیفه ما است و این رسالت در صدر تمام رسالت ها و وظایف ما است. دیگه مسائل از ضروریات حیات است، ولی هدف حیات است. این به می شکل اگر باشیم، به می قسم اگر زندگی بکنیم، به این محور با همین هدف اگر زندگی بکنیم، این می رقم ما را یک مسلمان گفته میشه و به تعریف دین، به تعریف قرآن، به تعریف سنت، همین دین، همین مسلمان است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین قسم تعریف کرده. قرآن کریم میفرماید که در تعریف یک مؤمن میگه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. تعریف ایمان انمیس. خدای متعال میفرماید که مؤمن فقط اموس، انما را به کار میبره، حصر میسازه، حصر است. میگه فقط مؤمن اموس که ایمان آورد به خدا و رسولش، ثم لم يرتابوا، به خود شک را از لحاظ بینش، اندیشه، فکر، باور در مسیر زندگی خود راه نداد. با شرط دیگه چی؟ جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، با مال جان خود در راه خدا جهد کرد. اینا شرایط عالی را که میبینیم، آیا مسلمانان را تعریف کرده میتونیم که با مال جانشون در راه خدا جهاد میکنن؟ و اگر تعریف درست از ایمان به این شکل داشته باشیم، میبینیم که ما واقعا ریزیده هستیم. لذا مسئله که شما مطرح کردین، پیشتر سوال را مطرح کردین که آیا این مسئله براعتی به مسلمان ها میشه؟ نه خیر، مسلمان ها خودشان باید توجه بکنن که این اصل مبحث ما همیست. علل پسمانی عقب ماندگی مسلمین که ما تحلیل میکنیم، سری صحبت میکنیم، در اصل ما به یک کافری موضوع را نمیگیم، نسی به یک مسلمان میگیم، به یک جوان مسلمان میگیم، به یک انسان روشندل میگیم، به یک انسانی که واقعا عمق اسلام درک کرده باشه، در دلش یک روشنی از اسلام افتیده باشه و احساس کرده باشه که چی باید بکنیم، چی باید شوه. امی تشویش هم با کم کس پیدا میشه که چرا مسلمان امروز پس مانده هستن، چرا عقب مانده هستن. جوام اسلامی را میبینن که فرض مثالش دمی شرایط فعلی، دمی حالت مثلا خوشدار دست جمعی، دمی فرض مثال وضعیت و شرایط ده که از هر طرف میبینیم بیدادگری در جوام اسلامی به چی حالت رسیده. در اینجا آدم دیده میتونه که ملت های غیر مسلمان سر و صدایشان از مسلمان کده بیشتر است. در این حالت آدم دیده میتونه فرض مثالش که اکثریت مملکت های اسلامی از اول تا به آخر، یعنی از رأس تا به فرد عادیش، خاموشی اختیار کردن. این حال یک مسلمان رو ما این پیام میتیم. چی مشکل وجود داشته؟ مشکل عدم بینش وجود داشته، عدم فکر درست. اسلامی وجود داشته. من اتفاقا دیروز سخنرانی اسماعیل هنیه رو میشنیدم و میگفت که ما از مسلمانان از کشورهای اسلامی اما قسم سلاح و با جان و مالشان با ما را کمک کنن، یعنی هم برای ما سلاح بفرستن و در حق ما دعا هم بکنن. اگر فرد نمیتونه اینجا بیای عملا در جهاد فیزیکی شرکت کنه، برای ما اموال کمک کنن، تسلیحات بفرستن. ما از لحاظ نیروی جنگی و مجاهدین به حدی کافی رسیدیم دیگه، نیاز نیست کسی اینجا بیایه، فقط ما را کمک مالی بکنن و تجهیز تسلیحاتی بکنن.
مثلا مردم غزه میگه که امی تیارایی که می ما را میزنه و امی بمبایی که میرزه همگیش از امریکا آمده، از اروپا و آلمان آمده سر ما ریخته. اما در کنارش کشورهای اسلامی همگی خاموش هستند، نظارگر هستند، فقط یک تقویه لفظی میکنن. خب به نظرتون این حالت و وضعیت ما و شما به سر چشممون میبینیم دیگه، چیزی نیست که بشنویم، عملا میبینیم دیگه، ولی باز هم به قول معروف که به آب از آب تکان نمیخوره از لحاظ در سطح کلانش. خب امیدوارستم که انشالله بحث هایی بتانیم که حداقل ذهن و روان یک تعدادی که دچار شکست شده یا دچار مشکلات شده، که وقتی ما میبینیم که طفل نوزاد در غزه با بم سرش ریخته میشه، همه اگه میبینن ولی هیچ کسی وجدانش درد نمیکنه. خوب میرسیم به اصلی بس که خوب خلل در کجاست، باز هم از شما پرسان کنم مشکل در کجاست پس؟ یک مسئله را که اشاره بکنیم و این موضوعی است که بسیاری کسا شاید متوجه بحث نشن، ما عملکرد سیاست ها را باید به اساس وقتی که در مورد حکام مملکت ها یا حکام مثلا قدرت ها صحبت میکنیم، ما از دید حاکمیت و از دید برخورد سیاسی اقتصادیشان مد نظر بگیریم، نه از دید وعظ و نصیحت و گفتار و صحبت و هیجان و احساسات و امثال هستی. چرا هر کس در هر موقفی که هست در اون موقف باید از که سرش چی شود؟ صحبت شود در اون موضوع باشه. بله بله. وقتی ما از حاکمیت ها صحبت میکنیم باید برخورد سیاسیشان رو ببینیم با دولت ها چه قسم است. صحبت خب مسئله عام است، مسئله عوام مردم است. این مسئله را فرض مثال یک کسی که بگه این کار باید نشه، یا این مسئله را بگه که این ظلم است، تعدی است، تجاوز است، و فریاد بزنه، چیغ بزنه یا مظاهره بکنه، این کار عوام بشریت باید و شاید است. و این مسئله است که به انسان ها مربوط میشه، به افراد معمول مربوط میشه، ولی حکام عملکردشان از لحاظ سیاسی اقتصادی باید دیده شود، از لحاظ تقابلشان، از لحاظ برخورد یا از لحاظ تعاملات سیاسیشان باید چی شود دیده شود که در برخورد سیاسی چه قسم کردن، در برخورد اقتصادی چه قسم کردن. دیگه این مبحث باید به این دید دیده شود. و بعضی کسایی که به این شکل فرض مثال از لحاظ احساسات یا از لحاظ گفتار که شما اشاره کردید، از لحاظ یگان بیانات صحبت شود، در این موضوع باز آدم دقت خود از دست میده. اگر در بحثی که شما سوال کردین، اساسا کل این مسائلی که پیشتر سرش صحبت کردیم، چی مسائل سیاسی باشه، چی مسائل فرض مثال اجتماعی اقتصادی باشه، چی موضوعات فرهنگی تا باشه، چی مسئله فلسفی یا بینش یا دیدگاه باشه، علت العلل کل زیر اگر ما جمع بکنیم در یک مسئله خلاص ساخته میتونیم که چرا عالم اسلام فعلا در این وضعیت این شرایط است. یک بحث داریم، یک نصاب واحد در تمام جهان اسلام که جامع و شامل به کل مطالب باشه و کل موضوعات به ذهن و دل و مغز یک شخص برسانه و همو انسان را به می حالت مسلط بگردانه که بالاخره بفهمه که اسلام چیست، پیام اسلام چیست، مبحث اسلام چیست، و مسلمان زیستن یعنی چی، مسلمان بودن یعنی چی. بالاخره خلاص اگر مطلب تشریح بکنیم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم خدای متعال میگه بعث فی الامین رسولا منهم، از خودشان، یعنی از بین انسان ها. یعنی منظور دهی چی بود؟ منظور دهی چی بود که همین انسان است، از جنس خودتان است، از بین خودتان است. پس منظور دهی از منهم اشاره داره به کل عام کافی اسلام. وظیفه و رسالت شما رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. در این شما به خود کدام موضوع دیگر نکشید یا کدام بحث دیگر به خود فرض مثال علت یا هدف زندگی تان نگردانید. اونمو رسالتی که رسول داره، اونمو رسالتی که پیامبر داره، اونمو رسالت شما هم دارید. به نظرتون استاد چنین کاری در شرایط و وضعیت کنونی که همه جهان اسلام، کشورهای اسلامی یا در کلش مسلمانان دیگه که شامل اروپا و امریکا و کشورهای غیر اسلامی هم مسلمان ها زیاد است دیگه، یک چنین نصابی به نظرتون توحیدش و جور کردنش و باز قبولاندنش سری همه در شرایط و وضعیت کنونی به نظرتان یک مقدار دشوار نیست؟ منظور ما از نصاب خود قرآن کریم است. مطلب ما از چی است؟ اینال علما یا پیشواهای دین یا زعمای ملت ها یا کسایی که در سردمداری و پیشوایی ادعای زعامت میکنن، اینا یک توجه بکنن که مفاهیمی که در لابلای قرآن کریم آمده کدام مطالب میرسانه. اکثریت بحث قرآن بحث شناخت است، معرفت است، نه مسائل ظاهری. این فرض مثالش مزامینی را در تمام مجامع علمی دخیل ساختن، فرض مثالش مثلا به نام علوم اسلامی یا به نام ثقافت اسلامی یا به نام فرض مثال امثال از این، ولی دو چقدر اندیشه ناب اسلامی تشریح میشه یا به دقت تمام بر از نام میرسه. یک مطلب دیگه، علمای دین که از مجامع علمی دینی یعنی فارغ میشن،
چقدر به مبحث رهبریت امت اینا وارد می باشن. اینا میتونن فرض مثال دزگیری کرده، میتونن مثلا رهبری کرده. منظور ما از این است که ایت یک فکر، ایت یک اندیشه هم در پهلوی از مسائل رسانده شوه که اون موضوع اساس چی باشه؟ اساس ارتباط قلب با خدای متعال باشه، اساس ارتباط حتی فکر و اندیشه انسان با بحث اصلی اساسی قرآن کریم باشه. که اینی قسم منظور ما از این است که این شکل امی تربیت اسلامی یا تعلیمات مسائل دینی یا نصاب اسلامی که گفتیم جامعیت داشته باشه، مثل که یک شخص فکر بکنه چی گونه پیامبر انسان تربیت کرد، چی گونه پیامبر بر از اینا رهبریت امت را یا رهبریت یک اجتماع را فهماند، چه قسم بعض مثال برای مخاطبین خود درایت و فهم و توانایی مدیریت نصیب کرد، اونم قسم یک مطلب اعظمی مسائل دینی رسانده شد. تنها در بحث استاد یک چیز دیگر هم اینجا پرسان کنم که یک بحث بسیار مهمی دیگر که در اینجا هست بحث علما را یاد کردیم. امروز از لحاظ مثلا مراکز و پایگاه های علمی مخصوصا دینی، حوزه های دینی در جهان اسلام چند تا پایگاه بسیار مهم است. یکی مثلا ازهر مصر است و دیگه هم مثلا مکتب دیوبند است و او طرف هم جهان اهل تشیع مثلا دیدگاه خاص خودش داره و پایگاه های علمی خاص خودش داره و همچنان از طرف دیگه مثلا دیدگاه سلفی ها مثلا اینا پایگاه علمی خودش دارند. این منظور میسته که امروز قرائت های مختلفی از در بحث تربیت اسلامی وجود داره و اینا هم که دیده شوه البته در اصول و همو هدف واحد همگی به همو جا میتونه برسه، اما به اندازه در مسائل جزئی و فروعات درگیر شدیم که از همو هدف اصلی ما را باز مانده. چندین سال است که درگیری در فروعات و جزئیات داریم، هیچ فرصتی برای از نمیده که ما به همو هدف کلی برسیم. منظورم است که این مشکل چگونه میتونیم که حل بکنیم که تا این مشکل حل نشوه با او هدف هم مثلا 200 سال دیگه مگر بگذره بازم همون قسمی است که مثلا امام غزالی میگه که شتاب در بیراه، بازم در همین زمینه پیش میریم، عمر هم زایه میشه، نسل هم زایه میشن، اما به جای هم نمیرسیم. مثال موضوع مهم است دی بس. اول یک بار توجه شوه که یکی علوم اسلامی است، یکی فکر و اندیشه ایدئولوژی اسلام است. مراکز که شما نام گرفتین مثلا دیوبند است، فرض مثال الازهر است، مثلا جامع مدینه است، مثلا دیگه مراکز است، اهل تشیع، اهل تسنن، تمام مراکز اگر درست هم دقیق ببینه مراکزی هستند که علوم اسلامی را انتقال میتن، ولی اندیشه اسلامی را یا فکر اسلامی را به درستیش به مخاطبین خود رسانده نمیتنن. در این جنال توجه به چی شوه؟ به این مسئله شبه که اگر آدم دقیق ببینه قرآن کریم با جامعیتش بر محور 6666 روایت میبخشید 6666 آیت مشتمل بر کل مطالب است، ولی در این بین بدید خود فقها و علما 500 آیتش مربوط به مسائل احکام است. اگر دقیق شویم تمام کتبی که از این مراکز چی میشه؟ عرضه میشه؟ کل این مسائلی که گفته میشه خامخواه در محور اینمی 500 آیت است. یعنی مسائل دیگه که میمانه، موضوعات دیگه که میمانه، خب معلوم دار است هر کس دیده میتونه که قریب به 6000 آیت دیگه ماند. 6000 آیت دیگه خب یعنی به این معنی جدا کردن که اونا آیات احکام نیستن. بخشی مثلا بخشی قصص است، بخشی مثلا معاد قیامت است، امثال از اینا. بحث عقیده است، بحث فکر اندیشه است، بحث نظر است. و همین قسم مسائل است در شناخت و معرفت خود انسان، ذات انسان تحلیل میکنه، باطن انسان تحلیل میکنه. مثلا آیات مکی. بله ها. مثلا آیات مکی. همین قسم بحث فرض مثال خدا را، عظمت خدا را، دید خدا را، بصر خدا را. اینکه مسلمان ها مثلا ادعای ایمان میکنن. ایمان خب به کل صفات میشه. ایمان خب به حضور شهود الهی هم میشه. ایمان خب فرض مثالش به بحث عدالت واقعی خدا میشه. ایمان به معنای کلام، ایمان به معنای سمع، ایمان به معنای بصر، ایمان به معنای علم. کل ازی باید در به جامعیتش یک جایی شود که تا ایمان به ذات خدا متعال تعریف کنیم. اینا تنها قبولی ذات خدا متعال مطرح نیست. قبولیت فعلا در یهودیت هم است، در نصرانیت هم است، حتی در هندویزم هم و غیره مسالک و ادیان یک بحثی به نام خدا حتما هست. دین که شد یک بحث خدا داره، ولی اسلام
چیره گفته میشه که خدا را با ذات صفاتش و درستیش قبول بکنی و ایمانم جایش قلب است. این بر این محور آیات عدیدی از قرآن کریم است. شاید بالاتر از 1000 2000 آیات قرآن کریم در این مبحث بچرخه. اما قسم در بحث انسان، تحلیل انسان، حاکمیت انسان، تصرف تسلط انسان بر خودش که چگونه صورت بگیره، خیر و شر از هم تفکیک بده، جهان بینی انسان درست شود دیگه. و در پهلوی از او مسئله منظور معزی بود که بفهمه که چی خیر است چی شر است، چی خیر است به او طرف برم چی شر است از او دوری بکنم، کدام موضوع در کدام وقت. شاید یک انسان بسیار خوب بدگاه تشریح بکنه که اینی دروغ است، اینی فساد است، ولی خودش به او متصف باشه. و هدیناهم نجدین، بسیار واضح بله روشن است. این حال ای باید بفهمه که در پهلوی از ای که ای خوب است ای بد است، اینی بد را چطور انجام نتیم، دوری از ای چه قسم ممکن است. اصل گپ هم اینجاست. همینجاست بله. اصل گپ هم است که علما و عرفا ای را به مفهوم خودشناسی گفتن. خودشناسی همین را گفته میشه که یک انسان از عوامل باطنی خود قسم واقف باشه، جهت خیر و شر را درست تفکیک بده و جهت خیر را انجام بده، از جهت شر از جهت شر خود نگاه کرده بتونه، محفوظ ساخته بتونه. امام غزالی رحمت الله علیه میگه که جامع علوم بر یک نقطه جمع است که انسان خیر را بفهمه و به طرفش بره، شر را بفهمه و به طرفش نره. هرگاه از امی عوامل درونی خود واقف شد او عالم است، هرگاه به این مسائل حاکم نشد ولو هر چقدر علوم را داشته باشه میگه او عالم نیست. بسیار بسیزی با او. خب دوستا اشاره میکنن که 5 دقیقه دیگه فرصت داریم. در این 5 دقیقه امی بحث ما را جمع بندی میکنین، پیشنهادتان بگین که چی کار باید شوه، و یا که اگر گپی بسیار مهمی بود که شما میخواستین بگین در پرسش ها مطرح نشد در خدمتتان هستم. خب ما فقط یک پیشنهاد به شکل یک پیشنهاد به خود به غیر، اوزای جهان را قسمی که ما و شما شاهد هستیم از این قرار است. در این بین یک مسلمان که ادعای مثلا حقانیت میکنه، ادعای دین میکنه و میفهمه که مسلمان چه قسم باید زندگی بکنه، بر کدام مسیر باید باشه، پیشنهاد ما به کل هر کسی که موضوع توجه به اداره امی است که یک بار دقت بکنه اگر امکانش است، اگر میتونه، اگر توانش است که باید این کار را بکنه. وظیفه یک مسلمان است و خدا متعال چیزی را که واجب کرد حتما فرد را بر علم مطلق خود میفهمه که میتونه. پس وقتی که ما و شما را خدا متعال مخاطب قرار داده میفرماید که شما چیستی؟ امت وسط هستی. شما چیستی؟ خیر امت هستی. که وظیفه شما امر بالمعروف نهی از منکر است. لذا با تمامیت کامل بحث دعوت، بحث رسالت، بحث امر بالمعروف نهی از منکر، باید یک مسلمان درک بکنه که اصلا رأسا وظیفه از این چیز، وظیفه از این امی است که به خاطر اینمی حالت، این وضعیت، همین شرایط، هم در پیشگاه ملت، هم در پیشگاه تاریخ، هم در پیشگاه خدا به روز معاد، پیشگاه خدای متعال حاضر شدن. وجیبه اصلیشه که ایثار مال، جان، عمرش به خاطر نجات بشریت از ایراه هست تلاش بکنه. الا ای که اگر این فرض مثال نمیشه یا به هر علت فرض مثال فکر میکنه نمیشه، خیلی کار دیگه بکنه، دیرا نصرت بده، دیرا کمک بکنه، با جان میتونه، با مال میتونه، یا حتی به زبان میتونه، قلبش حتی با قلب خود امی استدعا از خدا داشته باشه. گرچه خواسته ها زیاد انسان داره، ولی در رأس کل خواسته ها حاکمیت الهی حق را مد نظر گرفته. اگر هیچ کدامش نداشته باشه و ذلك از ضعف الایمان. ولی اگر فرض مثالش آدم ببینه که از یم که کمتر پایین تر بره، لااقل مانعی نشه، شرایط را آماده بسازه. به این چیزا اگر میبینه که همین وضعیت، همین فکر، همین اندیشه در جای یا در مکان یا به قسم مثلا رسانده شده میشه، امور ممانعت نکنه. و در این مسئله بفهمه که اسلام چیست و اصل پیام اسلام چی است. بسیار خوب. سپاسگزار هستم از حضور شما در این بحث بعد با ما. سلامت باشید. زنده باشید. خب بینندگان عزیز، این بود داشته های بحث و برنامه هفتگی امت. در همین جا به پایان رسید. تا بحث دیگر و برنامه دیگر که همه شما را انشاءالله دوباره بیننده بحث و برنامه میخواهیم که بوده باشین، با الله یکتا و توانا میسپارم. خدا حافظ و نگهدار شما و پیگیری بحث ها و برنامه های بعدی ما نیز باشید.